رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتتن جاهلیه. هر کس که بمیرد امام زمانش نشناخته باشه به مرگ جاهلی میمیرد. چجوری بشناسه؟ العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا الله وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين الهداة المهديين الغر الميامين سيما سيدنا ومولانا وصاحبنا وولي أمرنا وإمامنا بالحق بقية الله في الأرضين الإمام المنتظر أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم وظالميهم وظالمي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردم که یکی از اصول و مباحث خیلی مهم ضروری دین مقدس اسلام اصل شریف امامته و روش کار نشده. اصل شریف امامت در قرآن کریم و معرفت امام علیه السلام در قرآن و در روایات و در فرمایشات اهل بیت ائمه علیهم السلام اقیانوس معارف وجود داره. یکی از شناسنامه های در حد ما شناسایی معرفت امام علیه السلام این زیارت صحیحه شریفه جامع کبیر است. ما در کتب در بعد از قرآن کریم در فاز روایات 4 کتاب معتبر داریم به نام کتب اربعه اول بهش میگن. کتب اربعه اول یکیش کافی است، عربیش عرض میکنم 8 جلد، یکی تهذیب 10 جلد، یکی استبصار 4 جلد، کافی مال محمد بن یعقوب کلینی است، تهذیب و استبصار محمد بن حسن شیخ طوسی است، و من لا یحزنم محمد بن علی بن بابا و شیخ صدوق قمی است. هر سه تا هم اسمشون محمده، هر سه تا هم ایرانی هست. این از مفاخر ایرانی است. شیخ طوسی که بچه مشهده، سلام خدا به طوس و به ساکنه توس، آقای امام رضا وش یعیانش. شیخ صدوق هم که قمیه، کلینی هم که یکی از روستاهای 50 کیلومتری قمه، کلین از اطراف بین قم و تهرانه، 50 کیلومتر به قم نزدیکه کلین. محمد ابن یعقوب ارسلات بر این که این کتب اربعه را علامه مجلسی پدر و پسر شرح کردند. علامه مجلسی محمد باقر صاحب بهار تهذیب و استبصار و کافیه شرح کرده،
ملاذ الاخیار 18 جلد شرح تهذیب و استبصاره و مرآت العقول 25 جلد شرح کافیه. پدر بزرگوارش محمد تقی مجلسی رضوان الله علیه هم کتاب شریف من لا یحضر را که 4 جلد شرح کرده از 14 جلد به نام روضه المتقین. این مرد بزرگوار که فقیه با عظمت و عظیم و شأنیست رضوان الله علیه در این زیارت جامعه کبیره را شیخ صدوق در من لا یحضر به سند صحیح از امام هادی نقل میکنه. بین شیخ صدوق امام هادی دو نفرن. حدیث از سند، این خریت فن حدیث و این خریت فن فقه و معارف اهل بیت وقتی میرسه به شرح زیارت جامعه میفرماید صحیح ترین و متقن ترین و بالاترین متن و شریف ترین زیارت، زیارت شریفه جامعه کبیر است. بعد هم فرماید که من هر کجا در عتبات رفتم جامعه خوندم. جامعه جامعه جامعه. امام زمانم به سیدرشی فرمود چرا جامعه نمیخونی؟ جامعه جامعه جامعه. در رفاقت و وفا با وفاتر از اهل بیت پیغمبر، آسمون بر سر کسی سایه نینداخته. سید الشهدا همون جور که اومد سر اکبرش را به دومن گرفت، سر جون غلام سیاه هم به دومن گرفت، سر غلام ترکش هم به دومن گرفت که جون سرش را کشید انداخت زمین. آقا فرمود چرا؟ گفت آخه اینجا جا سر اکبره نه جا سر من. فرمود نه جا سر تو همه بذار همینجا. آره خیلی با وفا، اینقدر مرید بازن، اینقدر رفیق بازن. تعبیر دیگه ندارم بگم، ببخشید نداشتم لفظ دیگه. مشرف میشی حرم، زیارت جامعه کبیره و یکی هم زیارت عاشورا. از این دو زیارت غافل نباشید. نمیگم هر روز عاشورا بخون بگی نمیرسم که کار دارم، زن و بچه دارم، گرفتارم، نمیگم، اما اقلا شب جمعه، صبح جمعه، راست جمعه، ظهر جمعه، روز جمعه عاشورا را تو خونه بخون. اللهم الانشا تسکس بگی تو حرم بخون، سلامش تو حرم بخون، بخون السلام علیک یا ابا عبدالله. زیارت عاشورا به فرموده شیخ طوسی قدس الله سره به سند صحیح در مصباح امام صادق فرمود این زیارت را با این زمان از امام باقر، از امام سجاد، از امام حسین، از امیرالمومنین، از پیغمبر، از جبرئیل، از لوح، از قلم، از خدا. زیارت عاشورا انشاء خداست. خدا میگه السلام علیک یا ابا عبدالله. زیارت جامعه انشاء امام هادی است. امین الله انشاء امام سجاد، امام باقره. زیارت اربعین انشاء امام صادقه. اما این زیارت، زیارت امام رضا انشاء امام جواده. اما عاشورا انشاء خداست. وقتی که فاطمه زهرا علیها سلام الله باردار و آبستن شد به سید الشهدا سلام الله علیه، خاتم الانبیا وارد شدید، فاطمه زهرا اونقدر گریه که چشما قرمزه. دخترم چرا گریه میکنی؟ عرض کرد بابا بیا بشی. این بچه که در رحم منه با حسن فرق میکنه. چطور بابا جون؟ گفت امروز صبح تالا تو دل من زمزمه داره میگه انل غریب. فردا دید گریه فاطمه بیشتر. بابا جون امروز چرا گریه میکنی؟ عرض کرد بابا جون امروز لحن عوض کرده است، میگه انا شهید، چه خبره؟ روز سوم انل قریان، روز چهارم انل عطشان، من تشنه. بابا جون چه خبره؟ خاتم الانبیا نشست زمین، مولا امیرالمومنین فاطمه زهرا نشستن زمین، جبرائیل آمد یا رسول الله خدا سلام رسول، میگه این بچه‌ای که تو دل فاطمه زهراست همون حسین است که امت دعوت میکنن بیا امامه باباش. بچه شما میاره میگه ایلوان آبش بدید با تیر بهش میزنه، این همون حسینه. سعد ابن عبدالله فرمود کاف یعنی کربلا، ها یعنی شهادت ابی عبدالله، یا یعنی یزید قاتل الحسین، عین یعنی آتش الحسین، صاد یعنی صبر الحسین. و روایاتی که اینجا هست که حالا طلبت مال به عاشورا و یکی دیگه و یه بار دیگه. جبرئیل آمد گفت یا رسول الله خدای منان، بشرا و سرور، بشارت و سرور برای شما شیعانت، این زیارت برای ابی عبدالله سروده است، السلام علیک یا ابا عبدالله. و ما حق نداریم کم و زیاد کنیم چیزی را که خدا گفته. ما حق نداریم، اگه بکنیم کتک ما میزنن هر کی میخواد باشه. ما
داریم دستش بزنیم. همونی که گفته سو باید بگیم، همون جور باید باشه، دستش نزنید. اگه بنا بود دستش بزنن در طول تاریخ هر 50 سال یکی یه زلشو میکن، حالا دیگه چیز نمونده بود. نکنی یهودی امام زمان 10000 سال دیگه نیامد، 1000 سال دیگه نیامد، وقت ما چیکار کنیم؟ وقت چی جواب بدیم؟ دستش نزنید، همین جور باشه. از تمام زیارات با سلام شروع می شود. السلام علیکم، زیارت جامعه کبیر، شناسنامه امام رضا، شناسنامه امام جواد، شناسنامه امام هادی، شناسنامه امیرالمومنین، شناسنامه امام زمان. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علیکم، السلام علی ائمه الهدى و مصابیح الدجا، السلام علی محال معرفت الله، السلام علی الدعاة الى الله، السلام علی الائمه الدعاة والقادة الهدى و سادة الوعظ. السلام 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 علیک يا ابو عبد الله، السلام علیک يا ابن رسول الله، السلام علیک يا ابن المؤمنين، السلام علیک يا ابن فاطمه، السلام علیک يا ثار الله، خون خدا، خون خدا. وقت اختصاصاتی که امام حسین داره مال دعای عاشوراست. حالا وقتش نیست که برات بگم که امام حسین اختصاصاتی که داره، یکیش این است که تنها امامی که خدای منان خودش براش زیارت سروده است حسین. یکی از خصوصیاتش این است که تنها امامی که خدای منان فرمود خونبهاد منم حسینه. در عالم وجود کسی بتونه با حسین برابر بشه نیست. خدا فرمود خودم خونبهادم، انا دیتوک. یکی از خصایص امام حسین این است که تنها امامی که وقتی بچهش کشته شد خدا بهش تسلیت داد حسینه. وقتی حرمل با تیر زد خدا فرمود صبرن یا حسین، تسلیت بهت میگم بابا جون، ده یا حسین را بدش از خودم، بدش از خودم که نار باز دم بازم. مستقیم رفت از خود خدا. الله اکبر. وقت اینو خیلیه، خیلی یه اقیانوس اینجاست و اینجا که وقت میخوام یک دهن خواهم به پهنای فلک. السلام علیک. ببین قال رسول الله، دیشم گفتم حالا هم میگم، بنویسید و از کتب سنی و شیعه آدرس داره، وسائل شیعه جلد 16 23 24 25 26 27 کتاب الامامت بحار، از اونقدر آیه و روایت در امام و امام شناسی تو این کتابه، تو کتاب عربی خوابیده. این جوانا تشنه، ما یار یار میخونیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. هر کس که بمیرد امام زمانش را نشناخته باشه به مرگ جاهلی میمیرد. چجوری بشناسم؟ السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. این سلام یعنی چی؟ سلام نام خداست، میدونی؟ سلام نام خداست. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سوره حشر. سلام نام خداست. این سلام یعنی چی؟ بزرگان دین و مذهب، بزرگان مذهب حق تشیع، روح اله الفدا، جونم قربون مذهبم اگه قابل باشم، بزرگان مذهب حق، مذهب حق، بگو حق، بگو، بگو حق، بگو مذهب حق، کوتانیای بزرگان مذهب حق وقتی دست به قلم بردن برای نوشتن شرح کردن اسماء الله الحسنا رو، اسم خدا رو معنا کردن که اسماء الله یعنی چه، رحمان یعنی چه، رحیم یعنی چه، ودود یعنی چه، کریم یعنی چه، سخی یعنی چه، جواد یعنی چه، اینا فرق میکنه با هم. ما هم الان میگیم کریم، کرم یعنی بخشش، جو یعنی بخشش، سخا یعنی بخشش، ما هم الان میگیم بخشش، فرق میکنه، فرق میکنه. یه وقت میام میگم آقا چیز بهم بده، میگن بهم بده، بهم میدی، میگن جود. یه وقت من هیچی نمیگم، خودت میای میدی، میگن کرم. فرق میکنه، عرب لغتش خیلی قشنگه. اگه بدونی میدونی، اگه بدونی مستحقمو بیای بدی، خودت نگفته بدی، میگن کرم. اما اگه من مستحقم میگم آقا چیز کمک من کن، بهم بدی، میگن جود. بین کریم و جواد سخاوت و صفت ذاتیه، اینا با هم فرق میکنه، خیلی لطیفه. سلام نام خداست. خدای منان که شعر کردن میگن سلام یعنی چی؟ این سلام که نام خداست یعنی چی؟ اصلا سلام کجا بوده؟ یهود وقتی میرسن به هم دیگه میخواست بگه که من با تو کینه ندارم، رفیقم با، دوستم با، دشمنی با ندارم، عناد با ندارم، اینطوری میکرد، اینطوری انگوش اینطوری میکرد. یعنی چه؟ یعنی من با رفیقم کینه ندارم، دوستم با، از نظر من سلامتی در سلامتی. نصارا کراشنا برمی داشتن،
ایرانی ها اینطوری میکردن، دست به سینه میگذاشتن. عرب میگفت حیاکم الله، یعنی پاینده باشی، زنده باشی. اسلام اومد فرمود این رسوم رو بریزید دور. وقتی بهتون برسید اذا تلاقیتم فتلاقوا بالتسلیم و تصافح، وقتی به هم رسید بگو سلام علیکم، وقتی به هم رسید بگو سلام علیکم. و خدا هم خودش تو قرآن شروع کرد، سلام علی المرسلین، سلام علی ابراهیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی موسی و هارون، سلام هی حتی مطلع الفجر. خدا خودش شروع کرد. میگد الذين تتوفاهم الملائكه الطيبين يقولون سلام عليكم. ان شاء الله جناب اسرائیل سلام الله علیک تشریف میارن جون منو مؤمنا بگیره، میگه آقا سلام علیکم، خوش اومدید، سلام علیکم. حدیث دارن وقتی عزار میاد جون مؤمن، جون شیعه امام رضا را، جون زوار امام رضا را میاد بگیره، میگه یه گلمه میگه بو کن، میگه خلاص کان فیها نفسه، گلا بو میکنه و خلاص. اسلام اومد سلام علیکم تبتم، بهشتا به هم دیگه سلام میکنن، انبیا خدا به انبیا و سلام سلام سلام. این سلام یعنی چی که خدا میگه السلام علیکم یا ابو عبدالله، خدا میگه السلام علیکم یا امام هادی جامعه، السلام علیکم یا اهل بیت نو. سلام یعنی خدای منان از احتیاج، از تعلق به زمین، به هوا، به زمان، به مکان، به آب، به خواب، به چرت، به خستگی، به زن، به بچه سالم است. خدا سلام است. سلام اسم مستره، اهل علم میدونن چی عرض میکنم، سلام اسم مستره دیگه، اسم مستره. خدای منان سلام است، یعنی از این که خسته بشه خوابش بگیره، یا من لا یشغله سمعون ان سم، این که باش حرف میزنه اونم حرف میزنه همزمان هر دو را میشنوه، میگه حالا هیچ نگونم چی میگه، این حرف نیست. الله اکبر، الله اکبر. یا الله و یا رحمان و یا رحیم و یا کریم و یا غفور و یا ودود و یا ستار و یا غفار و یا سمیع و یا بصیر و یا خبیر و یا ودود و سبحانک یا لا اله الا انت الغاف الغاف. همه دارن میگن، همه همیش همه هم جواب میده. خدا از این که زمان، مکان، زن، بچه، لم یل ولم یا الله سمت، عالم وجود محتاج اوست، عالم وجود محتاج اوست، او از احتیاج به مخلوقاتش بی نیازه، همینجور که نبوده و خلق کرده به هم میزنه یه چیز دیگه خلق میکنه. الله اکبر، خدا سالمه، خدا سلام، خدا از احتیاج سالمه. وقتی میاد اون طرف نام عملو میده دستش، میگه اقرا کتابک کفا به نفس کلیام علیک حسیبا، نگاه میکنه میبینه جوونیش به شهوت و غفلت و خواب و چیز توش نیست، سرش ها میندازه پایین، شروع میکنه رفتن به طرف جهنم. کتاب میشود، پس چرا هیچی نگفتی؟ پس چرا خوندی داری میری؟ میگه اینی که اینجا نوشته جا من تو جهنمه، میگه نه خیر، برگرد، یک گوهر گران بهایی پیش ما داری. میگه اون گوهر گران بها چیست که اینجا نیست؟ میگه اون گوهر جاش اینجا جاش نمیشد، نذاشتیم اینجا، نگرداشتم پهلو خودم. میگه اون چی چیه؟ میگه السلام علیک یا ابا عبدالله. در دو عالم غیر تو یاری ندارم یا حسین، بر تو و بر لطف تو امیدوارم یا حسین. هر کجا وصف گل است از خار هم آید سخن، تو گل زهرا و من پای تو خارم یا حسین. در دم جان دادنم، در دم جان دادنم، ای جان زهرا بر سرم، یک قدم بگذار من چشم انتظارم یا حسن.
در شب تنهاییم ای با وفا دستم بگیر، من که از صبح ازل دل بر تو دارم. یا حسین آره جایی دیگه نری، به خدا خبری نیست. اونقدر قشنگه، اونقدر قشنگه روز قیامت که می شود حسینی ها دور حسین رو میگیرن. خیلی قشنگ، خیلی قشنگ. اینا راسته، به خدا راسته، راسته. یک امپراتوری مقتدر یه روزی تو این شهر مرده به نام هارون، یک غریب و مظلومم تو این شهر مرده به نام امام رضا. خودت ببین عیان است، حاجت به بیان است. خدای منان سلام است، یعنی از احتیاج و تعلق به عالم وجود سالم. و خدای منان سلام است، یعنی جسم منا به سلامت تالا ورده. خدای منان سلام است یعنی چی؟ یعنی هرچه بنده معصیت کنه، هرچی بدی کنه، وقتی برم گرم گرد خدایا اشتباه کردم، میگه باشه باشه، اصلا اسمشو نبر، اصلا نگو من چیکار کردم. من از تو کینه به دلم ندارم، من از سالمم، من سلامم، من از تو کینه به دلم را نمیدم، اصلا اسمشو نبر، اصلا نگو من چیکار کردم. همینقدر که برگشتی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. نگو من گناه کردم. خدا از اینکه کینه به دلش داشته باشه از شما سالم است. او وقت گوش کن، میگید السلام، او السلام علیک یا ابا عبدالله، یعنی همه جوری که من خدا سالمم از احتیاج به عالم وجود، این عدم احتیاج من به عالم وجود پیشکش تو یا حسین. عالم به تو محتاج است و تو به عالم بی نیازی. السلام علیک یا ابا عبدالله، یعنی همونجور که بندگان من هرچی بدی کنن، بدی کنن، بدی کنن، وقتی برگشت اومد گفت من دیگه یک ذره هم رنگش هم تو دلم جاش نمیمونه، کینه از خودم به دل نمیگیرم، از بندگانم، از اینجا بریم، از اینا سالم هستم، این صفت و این خصوصیت تقدیم تو یا ابا عبدالله. حر جلو آقا را گرفت، آقا فرمود به من نامه نوشتن، گفت من که ننوشتم، من خبر از نامه ها ندارم. ریخ جلوش، گفت نامه من که توش نیست، من نمیدونم، من مأمورم و معذور. امیر گفته نگذار بیاد کوفه. آقا فرمود خیلی خوب، کوفه نمیام، میرم مدینه. گفت نه، گفته نذار برگرده مدینه. فرمود نمیرم مدینه، میرم مکه. گفت نه خیر، گفته نذار بره مکه. فرمود خوب کوفه نمیام، مدینه هم نمیام. مکه هم نمیرم، میرم تو بیابونا چادر نشین میشم، بذار برم. گفت نمیذارم بری، نمیذارم، باید پیادش. ببین کار جوری عرصه تنگ شد که حجت الله با اون عظمت فهمود مادرت به عزاد بشینه، خدا مرگت بده، الهی بمیری و مادرت برات گریه کنه، بذار برم. ببین نگرد اینا را، خدا میدونه هرچی بخوای تو مکتب حسینه. تا اینا گفت حرگه نگاه به آقا کرد، بدترین حرف تو عرب مادره، مادر مطرح بشه عرب آتش میگه. گفت چی گفتی؟ مادرم ها گفتی؟ یا حسین اگر کسی غیر تو مادرم ها میگفت، مادرش ها میگفتن، اما مادر تو فاطمه است. من اونجا نمیم. مردم به خدا همین بیمش کرد، واکسنش کرد، همین واکسینش، همین واکسنش کرد. فاطمه، فاطمه.
این که میگه، این که میگه محبت فاطمه بهش بهش واجب میشه، یعنی نمیذاره مثل عمر سعد بمیری، نجات مثل حرت میکنه، نجاتت میده، بیمش کرد. وقت وقتی که آقا ابی عبدالله کنار خیمه ایستاده بود، این حرف ما شما و شورا هست، همه خبر دیگر نزقیده دارد میاد. بذار بگم امام داره بشناس خدا جامعه رو بفهم یعنی چی، آش رو بفهم یعنی چی، سلام یعنی چی، حسن یعنی چی. اومد آقا کنار خیمه ایستاده بود، دید حور داره میاد، اما بنده خدا خجالت میکشید، وای خدا رحمتش کنه، کلا خودش رو برداشته بود، کفشاشو واکد، بند کفشو به هم گریکت به گردنش انداخت، کلا خدا ورداش، سر برهنه، پا برهنه، کفشو گل گردنش، سرشو پا انداخته، پیاده هم داره میاد، اسبش هم دستشه، اما دیگه سرشو نمیاره بالا که به آقا نگاه کنه، سرش پایینه، همینطور که رسید افتاد زمین، سرچه گذاشت رو پا ابی عبدالله، هن لیمن تو با؟ من تو رو اینجا گرفتار کردم، را پل پشت سر خرابه، چیکار کنم؟ وقت آقا را ببین، آقا را ببین، نیست اونجا فرمود مادرت به عزاد بشینه؟ و این از کلمه مادر حر رنجید، آقا میخواد این رنجش از دل حر در بیاد، فرمود چه مادری داشتی نامه دا حر گذاشته، های قربونش برم، های قربونش برم، های قربونش برم. فرمود ما اونجا گفتم مادر رنجیدی، نه مادرت اسم، نگو اسم بابا میذاره، گفت مادرت اسم گذاشته حر، مادر. وقت گفت آقا جون، فرمود نه آقا خلاص، آخه من تو رو از حرفشو نزن، چرا؟ السلام علیکم، حرفشو نزن، حرفشو نزن. پاشد گفت آقا جون برم میدان، آقا فرمود که تو مهمان مایی، نه. گفت آقا من مهمون شما، شما خودت مهمون نبودی؟ دو قدم رفت و وایسا، آقا فهمود ها حور چیه؟ گفت آخه اون روز که من جلوتا گرفتم بدن سکینه لرزید، بدن زینب لرزید، اینا چیکارش کنن؟ اینا چیکارش کنن؟ السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک. زینب آبی عبدالله اومد گفت خواهر زینب حور اومد و میگه چیکار؟ آه بفرماد آقا جون بفرماد، نه بابا طوری نی، بفرماد. الله اکبر، الله اکبر، خدا سلام است، السلام علیکم. اون وقت اهل بیت همه شو همینجورن، السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، خدا سلام است، یعنی ارواح انبیا اولیا پیغمبر اهل بیتش عباد رحمان عباد صالح را که خلقکم الله انوارن، در میلیارد سال قبل نور پیغمبر را بچه نور آفرید، این نور را حفظ کرده به سلامت آورده در صلب پدران پاک و در رحم مادران پاک، اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخه و الارحام المطهره، نور آورد و آورد به این دنیا و نورم از دنیا برد، نورم از کی؟ این نور را حفظ کرده است که از اول تا اون آخر به سلامت بیاد. لم تنجس کل جاهلیه به انجاسه ها، میدونی چرا؟ گوش گوش گوش، میدونی چرا؟ میدونی چرا بنی عباس از بنی امیه با اهل بیت پیغمبر بدتر کردن؟ میدونی چرا بنی عباس نردبون گذاشتن از دیوار رفتن امام صادق 65 ساله پیر مرد را سر سجاده نصف شب تو کوچه میکشید؟ آقا فرمود من پیر مردم 65 سالمه، تو جوونی سوار اسبی، آروم برو. افتادم از نفس، به فاطمه زهرا جسارت کرد، آقا فرمود به مادرم چیز نگو میام. میدونی چرا موسی بن جعفر هارون 14 سال تو زندان کرد، صبح و شب با تازیانه و سیلی پذیرایی میکرد؟ میدونی چرا؟ میدونی چرا حمید ابن قحطبه که همین جایی که قبر امام رضا است باقی بود اسم حمید ابن قحطبه که استاندارش بود، گفت یه شب من نشسته بودم تو خونه خوابیده بودم، دم غلام هارون در ازت دروا کردم، گفت امیر میخوادت، رفتم دم، گفت تا کجا پا منی؟ گفتم پا جونم، گفت برو. رفتم و برگشتم، تا کجا پا منی؟ گفتم جونم و مالم، گفت برو. رفتم و برگشتم، تا کجا پا منی؟ جونم و مالم و اولادم، گفت برو. بار چهارم گفت تا کجا؟ گفتم پا دینم، گفت دنبال آقا برو، هر کاری میگه انجام بده. دنبال غلام هارون رفتم، دیدم در خونه را وا کردم، داخل خونه سه تا اتاق، در اتاق اول وا کرد حمید ابن قحطبه، تاریخ الخلفاء سیوطی ببینید، تتمه المنتهی را ببینید،
در اتاق اول یا وا کردم 20 تا اولاد زهرا 18 سال 20 سال 22 سال زنجیر به گردن و به پا بسته اینا توی اتاق خوابیدن بغل هم دونه دونه بیدار کرد از خواب کشید بالا نصف شب کشید تو حیات خونه لب چاه من سر میبریدم و مینداختم پایین زنده سر بریدن جوون اولاد زهرا را نه غسل و نه کفن و نه نماز و نه حنوط و نه ریختن تو چاه در اتاق دوی ما واکد 20 سال اولاد زهرا 40 سال 45 سال 50 سال دونه دونه از خواب بیدار کرد کشید بیرون اوور سر چاه خوابون زمین من سر بریدم انداختم پایین اتاق سوم درش واکد دیدم 20 سال اولاد زهرا 90 سال 95 سال 80 سال پیر مرد زنجیر به گردن زنجیر به پا خوابیدن بغل هم دونه دونه کشید سر چاه گذاشت و من سر بریدم و انداختم پایین همینجا ما هم از اون چه بودش روزه میخورد بهش گفت بیا روزه گفت تو مخجوب تو روزه میخوری گفت من کاری کردم که اگر تا خدا خدا زنده باشم و عبادت کنم خدا منو نمیامرزه اولاد زهرا شستومی پیر مردی بود 90 سال بلندش کردم گذاشتمش زمین زنده سرش را ببرم در حالی که دید 60 اولاد زهرا زنده بسر تو چا انداختم گفت چی جواب پیغمبر را میدی رفتم نکنم غلام شمشیر بالا گفت نکنی میکشم میدونی چرا میدونی چرا هارون یه جایست به نام فخ گوش یه جاییست به نام فخ من رفتم یه فرسخی مکه است از مکه میری بیرون به سمت مدینه از تنعیم که رد میشی دست راست یه رای باری که خاکی داره میره یه مد دیوار سنگچین دورشه اسمش فخه حسین نوه امام حسن مجتبی و 300 اولاد زهرا را یه صبح تا ظهر هارون زنده سر برید امام رضا فرمود بعد از فاجعه عاشورا فاجعه سختتر و شدیدتر بر اولاد زهرا از فشهادت حسین و اولاد زهرا در فخ نبود میدونی چرا؟ برای اینکه عباس عمو پیغمبر ربا میخورد نزول پول میخورد اولادش چون میشه وقت اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب شامخ و الالحام المتحره ربا و رشوه و شراب و زنا و شرک و بت پرستی اسلام شامخ و ارحام مطهره سلام اگه اینجوری زیارت کردی وقت 1,000,000 حج 1,000,000 حج کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود حاجی احرام دگر بند و بیا مشهد امام رضا کعبه خوی سنگ نشان نیست کعبه را وهابی ها وهودی ها بهایی ها اما امام رضا چطور کربلا را چطور یه حدیث بخونم بلا حدیثی که شنیدید امام صادق فرمود شب عرفه که می شود اول خدای منان نظر می کند به کربلا و حسین و زوارش بعد نظر می کند به منا و به عرفات و زوار کعبه حدیث در کتاب علل و شرایع شیخ صدوق است از امام صادق سوال کرد آقا چرا فرمود چون کربلا یا همه حلال زاده هند اما اونجا حرام زاده هم قاطیشه عمر مکه رفت عثمان کرکه رفت معاویه مکه رفت یزید مکه رفت عمر سعد مکه رفت ابن ملجم مکه رفت مغیره مکه رفت مگه کی بود مغیره هی میگه این دل تنگم عقده ها دارم چرا؟ چون بابا لقمش پاک مادرم شیرش پاک هی میگه این دل تنگم عقده ها دارم گویا میل کربلا دارم چون ننه بابا لقمه خیلی قشنگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله جلد 27 بهار از امام صادق
به جون آقام امام رضا و حدیث صحیح میگویم و می آیمش از عهده برون. قال رسول الله من وجد فی قلبه برد محبت اهل بیتی فلیحمد الله علی اول النعم. قیل یا رسول الله ما اول النعم؟ قال طیب الولاده فلیدعو لامه فانها لم تخن ابا. رسول الله فرمود هر کسی به دلش مراجعه کرد دید بچه ها من دوست داره، زهرای من دوست داره، حسین من دوست داره، رضای من دوست داره، جواد من دوست داره، بلد حمد و شکر خدا کند بر اولین نعمت که خدا بهش داده. گفت آقا اولین نعمت کدومه؟ فرمود حلال زادگی. برود دعا کند به مادرش که مادرش به باباش خیانت نکرده. وقت امام رضا می اومد می نشست کنار گهوارش باش مناجات می کرد. چی میگفت؟ یوناقی چی میگفت؟ بیخه گوشش. سه سالش بود امام رضا نشسته، اصحابم تو مجلس هند. ببین امام یعنی چی؟ کاری که امام جواد نکرد و شهید شد و رفت، امام زمان میان میکنه. امام جواد سه ساله فرمود والله لأخرجنهما ولأحرقنهما ولأنسفنهما فی الیم نصفا. بابا جون والله نشستیم این اینطوری کرد. او برکت گریه کنه. آقا فهمود بابا جونم جوادم بابا چیت میشه؟ گفت بابا جون به خدا قسم خودم اون دوتا رو از قبل در میارم، خودم اون دوتا رو آتش میزنم، خودم خاکستر به دریا میریزم. فهم بابا کیا میگی؟ گفت همون هایی که مادرم ها زدم. قسم خورد فرمود والله امام جواد نکرد. کی میکنه؟ امام زمان میکنه. اما امام یعنی چی؟ فرمود والله من میکنم. حدیث صحیح هم هست. عبدالملک زیاد لعنت الله علیه وزیر متوکله شیخ مفید نقل کرده، حدیث هم معتبر است. علی ابن خالد میگه اومدم تو سامرا، دم میگن یه نفر ادعا پیغمبری کرده، گرفتن زندانش کردن. رفتم تو زندان گفتم مرتی که وقتی ادعا پیغمبریه؟ گفت باب خدا دروغ میگن، تهمت میزنن، میخوان از بینم ببرن، تهمت میزنن. گفتم بچه‌ها کاری که زندانت کردن؟ گفت من یه شیعه امیر شیعه اهل بیتم، یه روزی تو مسجد شام رأس الحسن که رفته میدون کجا رو میگم نماز میخوندم، شب بود، دم یه آقای بغل من نشست، یه جوون بغل من نشست، گفت که فلانی. گفتم علی. گفت میل داری با هم بریم کوفه، مسجد کوفه اعمال انجام بدیم؟ گفتم آقا اینجا شامه، تا کوفه 1000 کیلومتر راست. فرمود میخوای بری یا نه؟ گفتم آره. فرمود ببند دست دو گرفت، فرمود ببند، بستم. گفت واکو دم تو مسجد کوفه؟ گفتم میشستی؟ گفتم بله. گفت مقامات اعمال انجام بده بریم. اعمال انجام دادم تموم شد. اومد فرمود همینجور که آوردمت میل داری با هم بریم مدینه؟ گفتم برو بریم. اومدم قبر پیغمبر رو زیارت کردم، فرمود میل داری با هم بریم مکه یا عمره به جا بیاریم؟ گفتم برو بریم. اومدیم مکه یا عمره به جا آوردیم، گفت میخوای بمونی یا میخوای بری؟ گفتم آقا جونم چه جای 1000 کیلومترات 6 ماه میکشه من برم، منو برسون. دستمنا گرفت آوردم شام گذاشتم و رفت. نفهمیدیم کی بود. سال بعد همون شب همونجا داشتم نماز میخوندم، همون آقا اومد. فرمود پارسال این وقت یه سفر با هم رفتیم. گفتم آقا جونم برو بریم، میل داری بریم؟ برو بریم. آوردم کوفه، مدینه، مکه. صبح نمازمو خوندم، برم گردون شام رب به دستش گرفتم. گفتم آقا تو را به اون خدایی که این قدرت را به تو داده تو کی هستی؟ فرمود من محمد ابن علی ابن موسر رضا جواد الائمه. ما اومدیم خونه به زنمون گفتیم، زنمونم به هم سایه و خبر پیچید که این جوان شیعه گفته است که امام جواد 2 سال منم یاد سفر میره اینجوری. منو متهم کردن به اینکه ادعا پیغمبری کرده، گرفتن زندانم کردن. من هم چرفی نزدم. فردا صبح گفتم بنویس. فردا صبح اومدم رفتم به عبدالملک زیاد گفتم که عبدالملک زیاد. گفت بله. گفتم بنده خدا ادعای پیغمبری نکرده اینجوری میگه. نوشتم دادم دستش. فردا رفتم جواب بگم، دم زیرش نمشته است که همون آقایی که یه شب از شام به کوفه، از کوفه به مدینه، از مدینه به مکه، از مکه به شام بردتش، همون آقا بیاد نجاتش بده. زیرش نوشته بود
حرف نزده بودا، موبایل نبودا، اکو نبودا، نوشته بود. همون آقایی که شب بردتش همون نجاتش بده. من وقتی دیدم خیلی قصم شد، گفتم فردا برم تو زندان تسلا بهش بدم، میگم حالا دیگه بالاخره کاری که کردی خوب بود نگی. اون که را اسرار حق آموختن مهر کردن و دهانش دوختن، خوب بود نگی، حالا که گفتی دیگه حالا شده. صبح دویدم رفتم برم تسلا دادم، مأمور و حرسه پاسدانی من رو برمی دوبن. گفتم چتونه؟ گفت این آقایی که ادعا پیغمبری زندان بود، دیشب برای شام بردیم خورده، کاسش اونجاست بوده، صبح رفتیم ناشتاش بدیم نیست. عبدالملک زیاد، محمد ابن عبدالملک زیاد تو سامر را می نویسه نصف خط، امام جواد تو مدینه می خونه میگه چشم نجاتش میدم، نجاتش میدم. خزان علم الله، همه جور که خدا می دید همه جور امام جواد می دید. علم امام حرف ها دار، علم امام حرف ها داره، علم امام حرف ها داره. پاشید بریم کاظمن، میه بریم به دیوار قفس، به دیوار قفس بشکستم بال و پر خود را. یه مرغا مجروحش کن، تو قفسش کن، در را ببند، هی خودشو به در و دیوار میزنه. به دیوار قفس بشکستم بال و پر خود را، زدم تنهای تنها ناله های آخر خود را. آروم آروم میخونم، منو تو هم زمزمه کن. امام رضا را دعوت کن تو مجلس، فرض کن امام رضا صاحب از آدم در ایستاده، ببینه برا جوونش چی کار میکنی. به دیوار قفس بشکستم بال و پر خود را، زدم تنهای تنها ناله های آخر خود را. قفس را در گشوده سید را آزاد بگذارید، که در کنج قفس بگذاشت جز مشتی پر خود را. کنیزان لحظه آرام، چون وقتی امام جواد زهر داد امام به خودش میپیچید، در حجره ام الفضل قفل کرد، به کنیزا گفت دور اتاق کف بزنید، هل هل کنید که صدای جواد از اتاق بیرون نیاد. امام جواد فهمید ام الفضل زهرم دادی، آبم بده تشنمه. ظرف آب را آورد جلو امام جواد، گرفت ریخ رو زمین، گفت ببین آب را ولی به تو نمیدم، یا آقای دیگه هم سراغ دارم. اون میسوخت و دورش هل هله میکردن. وقتی اومد دید عباس شرطی کش یه جا افتاده، لشکرم داره هل هله میکنه. عزیز من بزن کف پای کوبی کن، بیفشان دست ام الفضل، که کشتی در جوانی شوهر بیاور خود را. ماشاءالله. عزیز من اجل بالای سر، من در پی دیدار فرزندم. هر بابایی
نمیدونم دیده دیانه، هر بابای دم مردن دوست داره جووناش بالا سرش باشن، بچه هاش دورش باشن. انشالله بهش میرسی میفهمی. اجل بالای سر، من در پی دیدار فرزندم، گهی بکشودم گر بستم چشم تر خود را. مظلومم آقا چقدر شبیه ابی عبدالله است، امام جواد هی ناله زد جگرم از تشنگی میسوزه، حسینم وقتی شم رو سینش نشست فرمود اسخونی جربتم من الما فقط تبتت کبدی. امام جواد و کنیزا دورش کف می زدن، حسینم وقتی اکبرش افتار رو زمین دید مردم دارن کف می زنن. امام جواد بعد از شهادت ام الفت جنازه جوون امام رضا را برداشت برد گذاشت رو بام خانه. سه شبانه روز امام جواد رو بام خانه بود، اما قربونش برم مرغان هوا اومدن بالاش نوا کردن، رو بدن امام جواد گرفتن که آفتاب به بدنش نخوره. اما السلام علی جسوم المسلمات، سلام بر اون بدنهایی که آفتاب رنگش را تغییر داده بود. حسین ما هم سه روز ملغن ثلاثن بلا غسل بلا کفنی، اما اونقدر سنگ و چوب رو این بدن بود که زینب هرچه عقب میزد به آخرش نمیرسید. مرحوم میرزا خلیل کمره‌ای در این کتاب عنصر شجاعت یا 72 تن و 1 تن 7 جلد نقل میکنه، میگه از دستای زینب خون میریخت، این چوب و سنگ و شمشیر را که کنار میزه. آی 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 آی، رسید به آخر کار، یه بدنی رو دست گرفتید سر نداره لباس نداره، 1900 زخم شمشیر و نیزه رو دستش گرفته بود، میگفت و میگریست، یه دید سکینه میگه عمه این بدن کیه اینجوری میکنی باش؟ عمه جانم حق داری نشناسی. اما هنونی که میخوام بگم من نگفتم، ها نگفتم، هنوز میزد مرا مغیره و اینجا کنیزا دور امام جواد کف میزدن، اونجا زهرا تو کوچه رو خاکا میگلتید، یکی با تازیانه میزد یکی با غلاف شمشیر میزد، مردم عمر دو دستی به زهرا سیلی زد، خودش نوشت گوشواره از گوش زهرا پرید. شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، حسینیه‌ای فراتر از کهکشان.